با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز و تشکر از ایشون که این افتخار رو من میدن که با شما همیهنان عزیز یک بار دیگه رو در رو صحبت بکنم. عرض کنم امروز سه‌شنبه 12 تیر ماه 1397 مطابق با 3 ژانویه 2018 414مین برنامه از نهمین سال وجود اون رو با جانم ببخشید آقای معذرت میخوام جویه ایش آقای بهبهانی تصحیح کردن جویه نه ژانویه معذرت میخوام ببخشید یه کمی اینجا خرابه بله مطابق با 3 ژوئیه 2018 414مین برنامه از نهمین سال اون رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم شروع میکنیم و همینطور با درود بر فوتبالیست های قهرمان ایران که گل خوردند ولی بازی رو نباختند و باعث شدند که فوتبال ایران از آسیایی به جهانی شدن برسه. اینجا من داشتم فوتبال که تماشا میکردم اون مفسر فوتبال گفت بازی ایران با برزیل بهترین بازی فوتبال در 5 سال گذشته بوده و همینطور درود بر گلر ایرانی که آقای بزرگترین فوتبالیست شاید بگیم دنیا رو ناکام کرد آقای کریستیانو رولاندو نتونست بهش پنالتی رو گل بزنه. درود بر همه ورزشکاران و قهرمانان ایران و چون ما در برنامه اون همیشه بانوان شهیر و موفق ایرانی رو معرفی میکنیم جا داره که بگیم درود بر نسرین ستوده که ستودنی ترین نسرین های روی زمینه. عرض کنم حضورتون یکی از هموطنان بسیار عزیز ما که به این برنامه هم خیلی لطف داره هفته گذشته عمل چشم داشته و هفته آینده هم عمل چشم داره. حالا چرا دو بار؟ خب برای اینکه ایشون هم مثل همه دو تا چشم داره. با آرزوی بهبودی سریع برای ایشون امیدواریم که ایشون همیشه خوب و خوش و سرحال باشن. عرض کنم حضورتون بریم سراغ بانوان شهیر و اینجا این رو از مجله شهروند 14 ژوئن 2018 براتون کپی کردم یا به قول معروف کش رفتم، ولی خب چون میگم از کجاست دیگه اشکالی نداره. عرض کنم اون قسمت اولش که شهروند میگه اسامی رو میگه اونا رو دیگه نمیخونیم، یه راست میریم سر اصل مطلب. این هفته با گلدی قمری اولین زن ایرانی کانادایی نماینده در مجلس اونتاریو آشنا میشویم. خیلی ریزه. پنجشنبه گذشته 7 جون 2018 انتخابات استانی اونتاریو بزرگترین استان کانادا برگزار شد و پس از اعلام نتایج دو ایرانی جوان مایکل پارسا و گلدی قمری 33 ساله برای اولین بار از حزب کانسرواتیو وارد مجلس اونتاریو شدند. زمانی که گلسا یا گلدی قمری وکیل تجارت بین الملل و مالک کسب و کار توانست رقبای درون حزبیش را کنار بزند و کاندیداتوری حزب محافظه‌کار را برای حوزه کارلتون به دست آورد، یعنی نوامبر 2016، شهروند این خبر را منتشر کرد. گلدی آن زمان بعد از غلبه بر همحزبیش برندون پارسال در توییتر خود نوشت هیچگاه به اندازه امروز به کانادایی بودن خودم مفتخر نبودم.
به نوشته مجله آت و لایف، داستان گلدی داستان کانادا است. پدر و مادرش در سال 1986 از ایران مهاجرت کردند. آنها برای ایجاد یک زندگی جدید و موفق و بزرگ کردن فرزندانشان در کانادا سخت تلاش کردند. پدرش برقکار بود و مادرش در یک نهاد غیر انتفاعی کار میکرد. آنها به گلدی و خواهرش که مهندس هوافضاست آموختند که موفقیت از طریق کار سخت، عزم، مسئولیت و فداکاری به دست می آید. گلدی مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه تورنتو گرفت و سپس در مدرسه حقوق اتاوا ادامه تحصیل داد. پس از فارغ التحصیلی او در دفتر وکلای تجاری هازلولا با تخصص در قانون تجارت بین المللی و حل اختلاف مشغول به کار شد. در سال 2013 او مشاور حقوقی مدیر گری کلارک شی اند اسوسییشن شد. شرکت حقوقی خود را در حوزه تجارت و بازرگانی با نام گلسا قمری پروفشنال جی جی پی سی راه اندازی کرد. او در پست های معاونت سازمان خدمات مهاجرتی محلی اتاوا و عضویت هیئت مدیره و صندوق حمایت شبکه تجارت زنان اتاوا فعال باقی ماند. همسر گلدی وین استاد آمار در دانشگاه کارلتون است. این هم عکس این گلدی خانم عزیز ما. گلدی میگوید هیچگاه به فکر کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات نبوده، اما اواخر سال 2014 گفتگو و مشورت با منی مونتنگرینو، وکیل، مربی و از فعالان طولانی مدت حزب کانسرواتیو، او تشویق شده که به حوزه سیاست قدم بگذارد. پیش از پیروزی گلدی در پاسخ به این پرسش که چرا در زمینه سیاست استانی وارد عمل شده میگوید من یک وکیل هستم اما کسب و کار کوچکی هم دارم. سیاست های دولت وین باعث از بین رفتن کسب و کارهای کوچک شد. من 33 ساله هستم و وقتی دولت لیبرال روی کار آمد 18 ساله بودم. در بین دوستان و همکارانم افرادی را می دیدم که کار تمام وقت ندارند، نمی توانند خانه بخرند و یا در توانشان نیست که تشکیل خانواده دهند. من فکر می کنم دولت وین دور از دغدغه های روزمره مردم است. در انتخابات امسال اونتاریو گلدی موفق شد از حوزه کارلتون در اتاوا با 51.3% آرا و با 25,798 رأی به مجلس اونتاریو راه پیدا کند و به عنوان اولین زن ایرانی تبار به مجلس قانونگذاری در آمریکای شمالی وارد شود. حوزه کارلتون در اتاوا حوزه جدید در انتخابات 2018 است. این حوزه نقاط بیرون شهری شرق و جنوب و غرب اتاوا را در بر می‌گیرد. برای این نماینده جوان ایرانی تبار موفقیت آرزو می‌کنیم. بله. عرض کنم حضورتون، ببخشید. دیروز اینجا جهنم بود. امروز کمی از جهنم خنک‌تره. دیروز 42 درجه بود و امروز 38 درجه. خدمت رو عرض کنم بریم بر سر هفته و هفته های قبل. گفته بودم یک چند تا ایمیل هست به جدم قسم، من اینها رو چند دفعه هم چاپ کردم ولی اینقدر دوره بر من کاغذ هست که یه چیزی که چاپ میکنم میذارم یه جا
بعد میگم اینو اینجا بذارم که یادم نره و بعد یادم میره کجا گذاشتم. خب اینا چیز نداره، تاریخ مصرف نداره، بعدا باز میشه اینها رو خدمتتون عرض کنم. فقط این دوستی که اینو فرستاده امیدوارم دلخور نشه، بگی چرا نخوندم. برنامه امروز ما درباره نوروپاتیه. بنده قبلا هم درباره چندین برنامه درباره دیابت داشتم و توی اون برنامه ها مختصری هم درباره نوروپاتی صحبت شده، ولی برنامه امروز فقط مختص نوروپاتیه. حالا ببخشید، چای ما هم تبدیل به آب شد از شدت گرما. بعد حالا این نوروپاتی چی هست؟ نوروپاتی یک کلمه‌ایه که برای نشون دادن مشکلات مربوط به اعصاب به کار میره، مخصوصا اعصاب سطحی که به اون نوروپاتی اعصاب سطحی هم میگن. منظور از اعصاب سطحی اینه که شامل دستگاه اعصاب مرکزی یعنی مثل مغز و نخاع نمیشه، وگرنه منظور سطحی این است که فقط در سطح پوسته، در داخل هم هست ولی جز اون سیستم اعصاب مرکزی نیست. نوروپاتی بر اثر عوامل مختلفی تولید میشه، ولی همینطور بدون اینکه عامل اون هم تشخیص داده بشه هم تولید میشه که بهش میگن نوروپاتی ایدیوپاتیک. کلمه نوروپاتی منطقه وسیعی رو میپوشونه و شامل اعصاب زیادی میشه و سمپتوم ها بستگی به نوع عصب صدمه دیده داره. اگر اعصاب حسی صدمه دیده باشند، سمپتوم ها عبارتند از تولید سوزن، سوزن شدن، فارسی بهش میگیم دستم خواب رفته، یه مدتی که مثلا روی دست خوابیدیم بعد احساس میکنیم دست مورمور میشه، مثلا میگیم دست، اصطلاحا میگیم خواب رفته. بعد احساس سوزش، تیر کشیدن ناگهانی، یعنی احساس میکنه یه چاقو بهش فرو میکنن در میاره. شوک های الکتریکی، بیهسی، خارش یا ضعف در دست ها و پاها میشه که بهش میگن نوروپاتی حسی. اگر اعصاب حرکتی صدمه دیده باشه، این ضعف در دست ها و پاها دیده میشه و بهش میگن نوروپاتی حرکتی. اگر اعصاب خودکار صدمه دیده باشد، یعنی اعصابی که اعضای داخلی بدن رو کنترل میکنن مثل قلب، روده ها و مثانه، این باعث میشه که تعداد ضربان های قلب عوض بشه یا فشار خون تولید بشه و یا روی تعریق اثر بذاره، یعنی شخص کمتر عرق بکنه، که بهش میگن نوروپاتی خودکار. نوروپاتی علل مختلفی داره، بنابراین هر سه نوع اعصاب میتونن با هم دوچار بشن، در این صورت بهش میگن پلی نوروپاتی. و اگر فقط یک نوع عصب صدمه دیده باشه بهش میگن مونو نوروپاتی. چندین نوع مونو نوروپاتی وجود داره. ببخشین خیلی گرمه، با اینکه پنکه هم هست و من چون در رو بستم هوای کولر نمیاد اینجا. چندین نوع مونو نوروپاتی وجود داره. اولیش فلج اعصاب اورنر یا کوبیتال که بر اثر صدمه وارد شده به آرنج تولید میشه. این عصب اینجاست، اگر دست یه ضربه محکم بزنی احساس میکنی. بعد سندروم کانال کارپین که بر اثر فشار وارد شده بر عصب میدیان تولید میشه، عصبی که اینجاست. و بالاخره
فلج عصب پرونیر از فلج عصب پرونیر که بر اثر فشار بر روی یکی از اعصاب ساق پا تولید میشه. فلج شدن عصب رادیال که عصبیه که در عضلات آرنج، مچ دست و انگشتان دست وارد میشه. و فلجی بل که یکی از اعصابی که عضلات صورت رو میپوشونه، یا میپوشونه غلطه، اگه بنامم چی باید بگم، اگه وارد عضلات صورت میشه، خواستم بگم مشروب میکنه، دیدم اونم مال آبه، مال عصب نیست. خلاصه من شما میگن شنونده عاقل باشه شما بفهمین چی میخوام بگم. یعنی یکی از اعصابی که وارد عضلات صورت میشه صدمه ببینه بهش میگن فلجی بل. معمولا مثلا ببینید که یک طرف صورت اینجا یک طرف میره بالاتر. علل به وجود آمدن نوروپاتی. بیش از صدها عامل برای ایجاد دردهای نوروپاتیک وجود داره و در حدود 30% نوروپاتی ها ایدیوپاتیک هستند و علت اون مشخص نیست. بیماری های زیادی میتونند باعث تولید نوروپاتی سطحی بشن، مثل دیابت. دیابت بزرگترین عامل تولید نوروپاتی سطحی مزمن بدنه که بهش میگن نوروپاتی دیابتیک. میزان بالای قند در خون باعث صدمه زدن به جدار عروق خونی که اکسیژن و مواد غذایی رو به اعصاب میرسونند میشه و در نتیجه اعصاب اندامهای فوقانی و تحتانی، فوقانی و تحتانی و اعضای مهم بدن مثل چشمها، کلیه‌ها و قلب صدمه میبینند و پوست هم صدمه دیده حس کردن رو از دست میده و عدم حس کردن باعث آمادگی پوست برای صدمات دیگری میشه. کمبود ویتامین های B12 و اسید فولیک هم میتونه باعث صدمه به اعصاب شده و تولید نوروپاتی سطحی بکنه. هفته گذشته یک مقاله خوندم، حالا نمیدونم واقعا علمی بود یا نبود، ولی خب چون ضرر نداره خدمتتون عرض میکنم. نویسنده مقاله نوشته بود که به نظر ایشون همه افراد بعد از 30 سالگی باید مکمل ویتامین B کمپلکس مصرف کنن. راست یا دروغه این من مسئولیتش رو به گردن نمیگیرم، ولی چون ضرری نداره خب همیهنان عزیز میتونن مکمل B کمپلکس بگیرن از 30 سالگی به بعد. بله، مسئله دیگه مسئله داروهاست. بعضی از داروها که برای شیمی درمانی و یا درمان HIV یا به قول فرانسوی ها ویاش به کار میرند میتونن باعث صدمه زدن، صدمه دیدن اعصاب بشن و تولید نوروپاتی سطحی بکنن. بعضی از حشره‌کش ها و حلال ها مثل اونایی که رنگ و پاک میکنه یا رقیق میکنه، سرطان های نوع لنفوم و میلیوم چندگانه، یعنی چند تا تومور، نوشیدن زیاد الکل، میلیوم چندگانه، بله، نوشیدن زیاد الکل یک بیماری مزمن کلیوی. اگر کلیه ها خوب کار نکنند، عدم تعادل املاح میتونه باعث تولید یک نوروپاتی سطحی بشه. یک بیماری مزمن کبد، صدمات بدنی مثل یک استخوان شکسته که باعث صدمه زدن به یک عصب بشه.
حتی استخوان شکسته که تغییر مکان میده، اگر ترک خوردگی باشه نه، شکسته ای که از بپلاسم از محلش از محل شکستگی خارج شده. بعضی عفونت ها، بیماری های عفونی مثل زونا و آلودگی به ویروس HIV و یاش و بیماری لایم. بیماری لایم رو میدونین که این حیواناتی که مثل کنه هستن، نه فارسیش میگن کنه یاساس، کنه فکر، اینها بر اثر تغییرات جوی هوا اینجا خیلی زیاد شده. نه کسانی که در مناطق جنگلی علف و علفدار میرن راه میرند، اینها بیشتر مورد گزش واقع میشن و قبلا در برای این بیماری صحبت شد، صحبت کردم، میتونین مراجعه کنین به آرشیو میهن تیوی. بله، یه سندرومی هست بهش میگن سندروم گیلنباره. این اسمیه که به نوع خاصی از نوروپاتی سطحی که بر اثر یک عفونت تولید شده دادن و بیماری های نسوج همبند مثل آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتو، اریتماتوی سیستماتیک. بله، بعضی از بیماری های انفلاماتوار مثل سارکویدوز و بیماری سلیاک، بیماری های ارسی مثل سندروم شارکوت ماری توس و یک بیماری دیگه یک اسم بهش میگن آتاکسیدو فریدریک. تشخیص: پزشک سوالات زیر رو از بیمار میپرسه. اول سمپتوم ها، بعد سلامتی بیمار به طور کلی و بعد سوابق فامیلی در داشتن نوروپاتی و بعد داروهایی که الان مصرف میکنه یا داروهایی که اخیراً مصرف کرده. آیا در معرض مواد سمی قرار گرفته، مثلا کارش سمپاشی بوده یا خونش رو سمپاشی کرده؟ اینجا این امکان خیلی زیاده، برای اینکه چمنها رو سمپاشی میکنن، دو جور سمپاشی میکنن. یه جور سمپاشی میکنن که علفهای هرز سبز نشه، فقط چمن خالص بشه، و یه جور سمپاشی میکنن که این حشرات کوچک، حشرات موزی کوچک که توی چمن ها زندگی میکنن از بین بره، و یکی هم یه جور سمپاشی هم میکنن برای دفع مورچه. مورچه هایی هستن که درشتن، اینا اگه بیان تو خونتون دیگه به این زودی ها نمیرن، اینه که برای اونا هم سمپاشی میکنن. حالا کسانی که این کار میکنن یا کسانی که رو چمن سمپاشی شده پابرهنه را رفتن، اینها در تماس با مواد سمی هستن. بله، کجا بود؟ آیا بیمار اعتیاد شدید به الکل داره؟ یعنی مصرف روزانه الکلش بالاست؟ و همینطور سوالاتی درباره روابط جنسی، آیا روابط جنسیش کامله یا اینکه ضعف داره توش؟ بعد پزشک اعمال زیر رو انجام میده: پوست بیمار رو به دقت معاینه میکنه، حس بیمار رو با کمک یک دیاپازون میسنجه، رفلکس تاندون ها رو امتحان میکنه با اون چکش کوچولویی که سر مثلث شکل لاستیکی داره، میزنه روی نقاط مخصوص، مثلا مثل زیر زانو، مثل که عکس العمل عضلات رو بسنجه، تاندون ها رو بسنجه. بعد درخواست آزمایش های خونی میکنه. آزمایش های خون نشون میدن که آیا بیمار دچار دیابت و یا یک بدکاری تیروئیدی و
یا یک کمبود ویتامین ها وجود دارن. منظورم از بدکاری تیروئیدی هر دوتاشه، یا کمکاری یا پرکاری. بعد مطالعه انتقال پیام های عصبی. مطالعه پیام های عصبی برای بررسی سرعت انتقال پیام توسط عصب به ماهیچه ها. یک الکترودهای مخصوصی رو در محل عبور عصب مورد امتحان نصب می کنند و امواج خفیف الکتریسیته عصب رو تحریک میکنه. این امواج نبازه، یعنی میزنه نمیزنه. و الکترودهای دیگری فعالیت الکتریکی عصب رو ثبت میکنه. اگر سرعت انتقال کم شده باشه نشان دهنده یک نوروپاتی سطحیه. الکترومیوگرام برای تشخیص ضعف عضلانی بر اثر میوپاتی به کار میره و نشان دهنده فعالیت های الکتریکی عضله است که به یک ماشین مخصوص ثبت به نام اسیلوسکوپ ثبت میشه. یک فعالیت الکتریسیته غیر طبیعی نشون دهنده یک نوروپاتی سطحیه. بیوپسی از عصب. یک تکه کوچک از عصب برداشته میشه تا در زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرار بگیره. بیوپسی از پوست. این تکنیک برای مطالعه اعصاب سطحی و همینطور برای جستجوی یک نوروپاتی سطحی که ممکنه به زودی تولید بشه و همینطور پیشرفت یک نوروپاتی و جواب بیماری به داروها انجام میشه. همینطور تعداد فیبرهای عصبی در یک قسمت از پوست رو میشه شمرد و در نوروپاتی سطحی تعداد فیبرهای عصبی کمتر از طبیعیه. سمپتوم های بیماری. برای نوروپاتی دستگاه عصبی حسی سمپتوم ها عبارتند از خواب رفتگی و بیهسی دست ها و پاها در نوروپاتی دیابتیک. حساس بودن شدید پوست. شدید شدن احساس درد یا عدم احساس درد. از دست دادن درک تغییر درجه گرما و سرما. احساس درد و سوزش که شبها شدت اون زیادتر میشه. تغییر حالت پوست، ناخونها و موها. زخم در پاها، ساق پا، عفونت و حتی گانگرن. از دست دادن هماهنگی، یعنی هماهنگی در کارها و همچنین تجدید نظر در کارها. برای نوروپاتی دستگاه عصبی حرکتی، ضعف عضلانی که باعث عدم تعادل و اشکال در انجام حرکات کوچک مثل بستن دکمه پیراهن میشه، مخصوصا در نوروپاتی دیابتیک. لرزش عضلات و کرامپ ها. فلج عضلانی. برای نوروپاتی دستگاه عصبی خودکار سمپتوم ها عبارتند از سرگیجه و بیهوشی بر اثر تغییرات شدید فشار خون، کم شدن تعریق، عدم تحمل گرما، از دست دادن کنترل مثانه که باعث از دست دادن قطره‌های ادرار و همینطور نگهداری و کنترل ادرار
سخت میشه کنترل نگهداریش، ببخشید نگهداری و کنترل نگهداریش سخت میشه، از دست میده، شخص نمیتونه کنترلش کنه. باد کردن شکم یعنی به منظور اینه که میزان گاز تولید شده در شکم زیاده، در روده زیاده، یبوست یا اسهال، اینا مخصوصا در نوروپاتی دیابتیک دیده میشه. اشکال در داشتن نعوظ یا نگهداری اون مخصوصا در نوروپاتی دیابتیک. چگونه میشه پیشگیری کرد؟ پیشگیری نوروپاتی در افراد دیابتیک بستگی خاص داره به بهداشت تغذیه و کنترل جدی میزان قند خون. مطالعات نشان داده که کنترل قند خون با تزریق امکان تولید نوروپاتی دیابتی را کم می‌کنه. منظورم از بهداشت تغذیه اینجا اینه که شخصی که دیابتیکه باید اینو در نظر داشته باشه که دیگه اون آدمه سابق نیست، باید میزان خوردن رو کم بکنه، میزان موادی که تبدیل به قند میشه رو خیلی کم بکنه، مثلا برنج سفید رو اصلا لب نزنه، نون سفید نخوره، دسرهای شیرین و شیرینی های خوشمزه ایرانی و رولت و کرمدار و اینا رو همه رو باش خداحافظی بکنه. اگر الکل مصرف میکنه میزانش رو خیلی کم بکنه و همینطور نصف بشقاب غذاشو از سبزیجات انتخاب بکنه. یک چیز خیلی خوبی که ما در ایران داشتیم، حتی من 42 سال ایران نرفتم، 44 ساله که اومدم بیرون، این بود که سر سفره غذا همیشه سبزی خوردن بود و چقدر خوب، مثلا بیشتر وقتا مثل تابستون که اینجوری جهنمه، مردم غذاشون نون و پنیر و سبزی بود که غذاتون گرم و نپزن، یا آبدو خیار بود. منظور از بهداشت تغذیه اینه که مواظب باشین چی میخورین. بعد عرض کنم حضورتون، حالا بریم برای درمان‌های نوروپاتی و درد‌های نوروپاتی. برای درمان نوروپاتی باید عامل تولید کننده رو درمان کرد و اگر امکان نداره دردها رو آرام کرد، کمش کرد یا از بین بردش. برای نوروپاتی دیابتیک همونطور که عرض کردم، کم کردن میزان بالای قند در خون مثلا با تزریق انسولین برای پیشگیری از صدمات وارد شونده به اعصاب و کنترل مرتب پاها برای پیشگیری از مشکلات خطرناک، زیرا نوروپاتی دیابتیک باعث میشه که زخم‌هایی در پا ایجاد بشه که به علت عدم احساس بیمار متوجه اون نمیشه. بنده خودم شخصا یک بیمار دیابتی رو دیدم که یک پونز، از این پونزایی که عکس میچسبونن به دیوار یا کار چیزی میچسبونن به دیوار، رفته بود تو پاش، اون میخمانندش 5-6 نوره تو پای این بود و این راه میرفت و متوجه نبود چون احساس نداشت. و با یک دکتر متخصص پا که صحبت میکردیم، میگفت پای یک مریضی رو عمل کرده بدون بیهوشی و یک قسمت از پا رو کاملا بریده و اصلا بیمار حس نمی کرده، متوجه نبوده. بله، حالا کجا بودیم؟ بله، خب اگر نوروپاتی منشأ سمی داره باید از تماس با اون سمها جلوگیری بشه. اگه کارش سمپوشیه کارش عوض کنه. و اگر منشأ دارویی داره باید اون داروی مربوطه رو قطع کرد. در این دو حالت
از صدمات وارده به اعصاب جلوگیری میشه. درمانهای دارویی، داروهای ضد سر، داروهای آنتی دپرسور، اونهایی که روی سروتونین و نورپینفرین اثر میذاره و همینطور داروهای آنتی دپرسور تریسیکلیک، اینها به کار میرن برای درمان. و داروهای ضد درد مخدر مثل مورفین برای بیهسی محلی، برای آرامش موقت درد به کار میره. وقتی که دیابت به اعصاب خودکار صدمه میزنه، فعالیت‌های خودکار بدن میتونه دچار اختلال بشه. در این صورت میشه از داروهای آنتی اسپاسمودیک و آنتی کولینرژیک برای مقابله با مشکلات ادراری استفاده کرد. عصاره فلفل کاین که حاوی کاپسائیسین هست و کرم اون موجوده میتونه دردها رو آرامتر کنه، ولی میتونه باعث تحریک پوست مهم هم بشه، یعنی پوست رو به صورت مهم تحریک کنه که پوست تاول بزنه یا اکسل عملشون بده. همینطور کرم های حاوی لیدوکاین برای بیهس کردن پوست وجود داره که میشه از داروخانه تهیه کرد. مشکلات دستگاه گوارش، یکی از این مشکلات گاستروپارزیه، یعنی معده تنبله، تخلیه معده با تأخیر انجام میشه. این رو میشه کمش کرد با تعویض نوع تغذیه و داشت و استفاده از داروهایی که برای درمان اسهال، یبوست و تهوع به کار میره. این داروها برای گاستروپارزی نیست، این داروها برای اسهال و یبوست و تهوع. بعد احتمال کم شدن فشار خون در حالت ایستاده رو میشه با عدم مصرف الکل و نوشیدن زیاد آب کم کرد. البته اینم خدمت عرض کنم که کسانی که هستن که وقتی که دراز کشیدن یه دفعه پا میشن میشینن یا وای میستن هم ممکنه یه سرگیجه‌ای داشته باشن که بس اثر پایین اومدن فشار خونه، سقوط فشار خونه، اون به این مسئله ربطی نداره، اون رو همه کس هم میتونه داشته باشه. برای همین پیشنهاد میشه که وقتی که دراز کشیدین میخواین بلند شین، یه دفعه بلند نشین را برین، باشین اول یه کمی بنشینید بعد بلند شین را برین. این کسانی که احتیاج دارن، نه همین. بله، بدکاری های سکسی. من ترجیح دادم بگم بدکاری که بگم چی میگن؟ ناتوانی. بدکاری های سکسی در بعضی از مردها رو میشه با داروهایی مثل ویاگرا، سیالیس و الویترا درمان کرد. پیشنهاد میشه که بیمارانی که دچار هستند از لباس های کتانی استفاده کنند، چون لباس کتونی، لباس پنبه‌ای میزان تحریک پوستش خیلی کمه، در صورتی که پشمی و نایلونی پوست رو به شدت تحریک میکنه. آرام کردن استرس ها رو میشه با تکنیک های آرام بخش، ماساژ، اکوپونکتور و تحریک کننده های عصب ها از روی پوست با شوک الکتریکی خفیف، بهش میگن تنس. این تنس رو وقتی که میکشین روی پوست یه سری شوکای الکتریکی میده، مثل این نیش میزنه به اصطلاح. این به بعضی از بیماران کمک میکنه که دردها رو بهتر تحمل کنن و کارهای روزانه‌شون رو انجام دهن. البته اینو خدمتتون عرض کنم که
بعضی هم نمیتونن خود همون نیش زدن دستگاه تنس رو تحمل کنن. درمان مونونوروپاتی، وقتی که نوروپاتی بر اثر فشار وارد شده بر یک عصب تولید شده باشه، درمان اون هر کجای بدن که عصب دیده، عصب صدمه دیده مشابهه و بستگی داره که آیا فشار وارد شده به عصب دائمیه یا موقتیه. درمان ها شامل استراحت، گرما و داروهایی که انفلاماسیون رو کم می کنند. در سندروم کانال کارپین درمان ها شامل کورتیکوستروئید ها از راه دهان یا تزریقی، اولتراسونوگرافی که یک تکنیک با لرزش های صوتی، درمان های این هاست. و اگر مونونوروپاتی با وجود این درمان ها شدیدتر شد، عمل جراحی ممکنه لازم بشه. یعنی از اینجا تا اینجا رو اون جراح باز میکنه و اون نسوجی که باعث فشار روی عصب شده، اون نسوج رو پاک میکنه، یعنی پاک نه که بر میداره و بعد که یک دو هفته بعد دیگه این محل برش و اینا همه خوب شده و شخص اون سمپتوم ها رو دیگه نداره. و اگر فشار وارده بر روی عصب بر اثر یک قده ایه، عمل جراحی برای برداشتن قده و در نتیجه برداشتن فشار وارده بر روی عصب لازم میشه. طب مکمل. روش های زیر برای درمان نوروپاتی به کار میرن و احتمالاً یا واقعاً مفید واقع میشن. چرا احتمالاً یا واقعاً؟ در این که همه افراد به همه داروها، چه مکمل چه شیمیایی، یکسان جواب نمیدن. فلفل کاین به نظر میرسه که خیلی مفیده. بعضی مطالعات نشان داده که مالیدن کرم یا چسباندن تمر حاوی کاپسایسین 0.075% ماده شیمیایی فعال موجود در اون که بهش میگن کاپسیکوم باعث آرامش دردها در نزد افرادی که از نوروپاتی تولید شده بر اثر دیابت رنج میبرند مفیده. بعد استیل ال کارنیتین به مقدار 2 تا 3 هزار میلی گرم درد رو در بیماران دیابتی نوع 2 که به تازگی دچار نوروپاتی شدند و درمان خوبی نداشتند، پس از 6 ماه مصرف دردها رو کم میکنه. اسید آلفا لیپویک یک مطالعه نشون داده که این اسید به مقدار 600 تا 1800 میلی گرم در روز سمپتوم هایی مانند سوزش، درد و بیهسی در ساق پاها و دست ها که بر اثر نوروپاتی در بیماران دیابتیک تولید شده رو آرام می کنه. کوانزیم کیوتن یا کودیس، کوانزیم کیوتن، مطالعات نشون داده که مصرف کوانزیم کیوتن دردها را در بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتیک کم میکنه. عرض میکنم که حضورتون که یک 12-13 دقیقه وقت مونده، ولی استدعا میکنم که این 12-13 دقیقه رو به منده ببخشید که من از شر این کت و کراوات راحت بشم، برم جلوی کولر کمی هوای خنک بخورم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسه.
و برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میبریم و اگر عمری باقی بود در هفته و هفته های آینده خدمت شما عزیزان خواهم بود. روز و روزگار به شما خوش. با درود و بدرود.